مجموعه تاریخ ایران. تو قسمت‌های قبل اشاره شد که در اواخر حکومت ساسانیان زمزمه‌هایی از یورش اعراب به گوش می‌رسید و غارت اونها از شهرهای هممرز امپراتوری ایران و عربستان آغاز شده بود. ساسانیان در اوج ضعف بودند، ولی با این حال باید برای جنگ خارجی آماده می‌شدند. سقوط ساسانیان نقطه پایانی بود بر هزار سال تمدن بیمانند و بی‌نظیر ایرانی که با مادها شروع شد، با هخامنشیان به اوج رسید، با اشکانیان متحول شد و با ساسانیان به ثبات رسید. بعد از حمله و فتح امپراتوری ایران توسط اعراب، برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد و اعراب به طور کامل به ایران تسلط پیدا کردن و دوران تاریخ اسارت و بردگی آغاز شد. یکی از تلخترین دوران تاریخ ایران زمین آغاز دوران بردگی ایران بود. اعراب به کودکان و زنها هم رحم نمی کردن و اونها رو هم به بردگی و اسارت می گرفتن. بچه هایی که تا چند سال قبلش تو کلاس های درس حکومت ساسانی مشغول کسب علم و دانش بودن، حالا تو خونه های اعراب به خدمه و در واقع برده تبدیل شده بودن و کار می کردن. زنها هم بین نیروهای سپاه فاتح عرب تقسیم می شدن و هر نیرو چند زن ایرانی رو برای خودش در اختیار می گرفت. دوران اسارت و بردگی دوران تلخ و تاریکی بود و مردم ایران ناخواسته باید با شرایط جدید خودشون رو وفق می دادن. مردای ایرانی اسارت زنها و بچه ها رو می دیدن و سرشار از خشم و عصبانیت می شدن، ولی راهکاری نداشتن تا شرایط رو تغییر بدن. اکثر سربازای ارتش ساسانی که در نهایت نتونستن در مقابل حمله اعراب مقاومت کنن، به اسارت در اومده بودن. یکی از این سربازها کسی نبود جز پیروز نهاوندی. پیروز نهاوندی یه سرباز، آهنگر و طراح ماهر آسیاب بادی بود. همونطور که از اسمش پیداست، اهل شهر باستانی نهاوند واقع در استان همدان امروزی بود. پیروز مردی بود اهل کار و فن که تو دوران جوانی به شغلهای آهنگری، نقاشی، نجاری، طراحی و ساخت آسیاب بادی مشغول بود. اما در این حال یک سرباز میهن پرست هم بود و هر زمان جنگی علیه ایران پیش می اومد، لباس رزم می پوشید و در ارتش ساسانیان با دشمن می جنگید. در برخی از نوشته های تاریخی به موبد بودنش هم اشاره شده. اون بعد از شکست سپاه ایران در جنگ نهاوند با اعراب که اونها اون رو پیروزی پیروزی ها یا فتح الفتوح نام داده بودن، مثل سایر سربازای ارتش ایران به اسارت اعراب در اومد و به عنوان برده مورد استفاده قرار گرفت. بعد از به اسارت در اومدن سربازای ایرانی، اکثرا اونها رو به منطقه حجاز در غرب عربستان میفرستادن تا در خونهای مردمی که در اونجا بودن به عنوان خدمه مشغول به کار بشن. پیروز نهاوندی هم با گروهی از سایر اسرا به حجاز فرستاده میشه. به دستور عمر ابن خطاب از خلفای راشدین، ورود اسرای ایرانی غیر مسلمان به شهر مدینه ممنوع شده بود، چون میگفت مدینه شهری مقدسه و ایرانی های آتش پرست حق ورود به این شهر رو ندارن. به همین دلیل اسیرای ایرانی رو به شهرهای اطراف می بردن تا اونجا مشغول به کار و بردگی بشن. این روند امروز هم برای شهرهای مکه و مدینه رواج داره و ورود غیر مسلمان ها به این دو شهر یه جورایی ممنوعه. پیروز تو حجاز به خدمت کسی به اسم مغیرت ابن شعبه در اومد و در اصل بردش شد. بعد مدتی مغیره لقب پیروز رو ابو لولو گذاشت. پیروز دختری داشت به اسم مروارید که تو عربی لولو گفته میشه. به همین خاطر به پیروز میگفت ابو لولو، یعنی پدر مروارید. بعد مدتی اکثرا پیروز رو با این اسم صدا میکردن و حتی در کتب تاریخی هم با این عنوان ازش یاد شده. تو همون مدتی که پیروز نهاوندی تو حجاز حضور داشت، کینه شدیدی از اعراب به دل گرفت، چون با چشمای خودش میدید که چطوری به زنا و بچه‌های ایرانی
ظلم و بی احترامی میشه و چطور مورد آزار و اذیت اونها قرار میگیره. طبری تو کتابش از مغیره نقل میکنه که هر زمان که پیروز اسیرای خردسال ایرانی رو میدیده گریه میکرده و با خودش میگفته شماها تو این سنین لطیف و ترد به بردگی کشیده شدید و همه اینها رو عمر میبینه و این قلب منو میخوره. پیروز به دنبال پیدا کردن راهی برای رفتن به مدینه و نزدیک شدن به عمر برای گرفتن انتقام بود. به خاطر همین به صاحبش مغیرت ابن شعبه اصرار میکنه و پیشنهاد میده که برای خوشخدمتی و نزدیکی بیشتر مغیره به خلیفه اون رو برای خدمت تو دارالخلافه به عمر پیشنهاد کنه تا اون بتونه عمر رو ببینه و از عمر برای تغییر شرایط مردهای ایرانی کمک بخواد. مغیره هم با گذاشتن شرط اینکه در صورت کسب درآمدی تو مدینه اون رو با مغیره به عنوان صاحب اصلیش تقسیم کنه تصمیم میگیره پیروز رو با توانایی های زیادش به عمر پیشنهاد کنه تا از این طریق بتونه رابطه بهتری با خلیفه داشته باشه. به دلیل مجوس بودن یا همون زرتشتی بودن پیروز عمر اول نپذیرفت که در نهایت با تعریف و اصرار مغیره و اشاره به توانایی ها و خبرگی پیروز عمر رو قانع میکنه. عمر در نهایت قبول کرد که پیروز وارد مدینه بشه و اونجا بهش خدمت کنه. به این طریق پیروز وارد دارالخلافه عمر ابن خطاب شد. اون سعی کرد تا رفتار بد اعراب با ایرانی ها رو با عمر در میون بذاره ولی عمر شنید و اهمیتی نداد. پیروز علاوه بر کارهایی که تو دارالخلافه انجام میداد کسب و کاری هم تو مدینه برای خودش راه انداخته بود و اهالی مدینه برای کارهای آهنگری و نجاری بهش مراجعه میکردن. درآمد پیروز به واسطه باجهایی که به مغیره به عنوان صاحب اصلی باید پرداخت میکرد خیلی ناچیز بود. عمرم مالیات و خراج میگرفت و همه اینها باعث شده بود که پیروز تحت فشار مالی زندگی سختی رو تجربه کنه. این یه بخش ماجرا بود. بخش دیگه ماجرا که براش خیلی سخت‌تر بود مربوط به رفتارهای بد و شدید اعراب با اسرای ایرانی میشد. مردای ایرانی غرورشون هر روز توسط اعراب و خلیفه با توهین و تحقیر لگدمال میشد. یه روز عمر پیروز رو به دارالخلافه احضار کرد و درخواست ساخت آسیاب بادی بهش داد. پیروز هم در جواب گفت چنان آسیابی برایت بسازم که آوازه آن از مرزهای شرق تا غرب فراتر برود و هیچ کس مانند آن را در جهان ندیده باشد. عمر دستور داد ابزارالات فنی نجاری و آهنگری و تمام اون چیزهایی که برای ساخت آسیاب بادی نیاز داره رو در اختیارش بذارن. پیروز با ابزاری که در اختیار داشت در کنار ساخت آسیاب به طور مخفیانه مشغول ساخت یه خنجر ویژه بود. خنجری که قبضش تو وسطش قرار داشت و در دو طرفش دو تیغ برنده داشت. طبق نوشته های زرین کوب تو کتاب دو قرن سکوت فقط پیروز نهاوندی نبود که قصد داشت این قتل رو انجام بده بلکه پشت این نقشه قتل یه گروه ایرانی که تو حجاز بودن قرار داشت. اونا همگی با همین نقشه قتل رو از مدت‌ها قبل کشیده بودن و پیروز فقط وظیفه اجرای نقشه رو داشته. پیروز برای گرفتن انتقام از عمر رهبر تازی‌ها بامداد روز 15 آبان ماه مصادف با 6 نوامبر 644 میلادی به مسجدی که عمر در اون نماز صبح به جا می‌آورد رفت و با وارد کردن 6 ضربه خنجر به کتف و شکم عمر اون رو غرق در خون کرد و از پا درآورد. موقع فرار با تعدادی از یارهای عمر درگیر شد. 11 نفر دیگه از اعراب رو زخمی و 6 نفرشون رو از پا درآورد. به این شکل پیروز 2 بعد از حمله و وحشیگری‌های اعراب و کشتار ایرانی‌ها در نهاوند در نهایت انتقام هزاران هزار ایرانی مورد ظلم و ستم تازی‌های متجاوز رو با تلف کردن رهبرشون گرفت.
اون بعد از کشتن عمر به فلات مرکزی ایران و از شهری به شهر دیگه رفت تا در نهایت در کاشان ساکن شد. بعد قتل عمر ابن خطاب به دست پیروز، پسرش عبیدالله ابن عمر شروع به انتقام گیری کرد و سراغ همسر و دختر پیروز یعنی مروارید رفت. اون دستور داد زن و دختر پیروز رو دستگیر کنن و گردن بزنن. چیزی جلودار خشم عبیدالله نبود. حتی با کشتن زن و بچه پیروز خشمش فروکش نکرد و در ادامه این انتقام جویی ها و به خاطر شکش به دست داشتن ایرانی های دیگه در نقشه قتل عمر، به دستور اون دو تا از سردارای ارتش ساسانی یعنی هرمزان که به تازگی هم مسلمان شده بود و جفینه که از مسیحیای ایرانی بود گردن زده شدند. اعراب به خونخواهی عمر به دنبال پیروز رفتن و بعد از 7 سال در نهایت در روز 23 آگست 651 میلادی پیروز نهاوندی، آزاد مرد و مبارز بزرگ ایران زمین که به خونخواهی هم میهنانش به پا خواسته بود، به دست اعراب متجاوز به خاک ایران با همون خنجری که عمر رو کشته بود به شهادت رسید. پیروز یک ایرانی واقعی بود. اون عمر ابن خطاب رو که دستور حمله و لشکرکشی به ایران رو صادر کرده بود از پا در آورد و انتقام خون کشته شدگان جنگ القادسیه و هزاران زن و بچه اسیر شده به دست اعراب رو ازش گرفت. امروز مقبره ای تو کاشان وجود داره که احتمال میدن مقبره پیروز نهاوندی باشه. پیروزها و هزاران هزار شیر مرد و شیر زن آزاده ایرانی در مبارزه با تازی‌ها جون خودشون را از دست دادن تا در نهایت ایران را از چنگال بیگانه‌ها رها کردند. ولی متاسفانه بار دیگه ایرانمون در چنگال تازی‌هاست. با این تفاوت که نه یک عمر بلکه هزاران عمر ایرانمون رو به سوی نابودی پیش می‌برن. و اگر امروز همه ما پیروز نهاوندی نشیم، ایرانی باقی نمیمونه تا آزادش کنیم. روان پاک میهن پرست شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو و رهروانش پیروز باد. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد می‌کنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. ارائه از گلوری انترتینمنت. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.